جشن بازگشت میراث‌های فرهنگی غارت شده. این اشیاء گرانبها برای اولین بار در موزه کاخ مانهیا در کوماسی به نمایش درآمده. اینها جواهراتی که با آشانتی برگشته. چیزهایی مثل مدال‌های طلا، چپق صلح و از همه مهمتر این روبان سنتی که در جریان تاجگذاری و سوگند وفاداری به شاه استفاده می‌شد. اینها بخش مهمی از فرهنگ و سنت آشانتی به حساب میان، اما متاسفانه قرار نیست همیشه اینجا بمونند، چون فقط برای 3 سال به مردم اینجا امانت داده شدند، البته با امکان تمدید دوره. فعلا مقامات سنتی اینجا به همین مقدار هم راضی هستند. روح بزرگ به اینجا برگشته. همه باید و لطفاً بیان ببینن. شمشیر پمپونسا اینجاست. همه چیز اینجاست. همه برای شماست که ببینید. همانطور که گفتیم همه چیز را غارت کردند. بله، واقعیت دارد، ولی یک چیزهایی را هم نگه داشتند. ما خوشحالیم که قبول کردند اینها را برای دیدن مردم به اینجا بفرستند. خیلی ها برای دیدن این اشیاء گرانبها هیجان زده هستند. محشره، لحظه هیجان انگیزیه، چون بالاخره چیزایی رو که سالها پیش گم کرده بودیم دیدیم. خدا رو شکر بالاخره چیزایی که مال آشانتی هست به دست ما رسیده. در آن دوران مردم آشانتی نیروی جنگی قابل توجهی برای مقابله با حکومت استعماری شکل دادند، اما بریتانیا با نیروی خیلی بیشتر پاسخ داد. کاخ قدیمی مانهیا قبل از اینکه ارتش استعماری بریتانیا به فرماندهی ژنرال سر گارنت ووسلی در قرن 19 به توپ ببنددش اینجا بود و جواهرات سلطنتی را از همینجا غارت کردند. بقایای اون قصر حالا شده موزه نظامی. محدودیت‌های قانونی بریتانیا اجازه برگرداندن جواهرات غارت شده به صاحبان اصلیشان را نمی‌دهد. فعلا مردم آشانتی فقط می‌توانند از این لحظات لذت ببرند و امیدوار باشند که روزی یک بار دیگر صاحب این جواهرات گرانبها شوند. توماس ندی، BBC نیوز، کوماسی.